من فکر میکنم این صحبت ها رو حتی طرفداران نظام هم باور نکنند. یعنی ما با یک شبه انقلاب در ایران مواجه بودیم و همونطور که برخی مسئولین نظامی و امنیتی هم ابراز کردن، گفتن خدا به ما کمک کرد که پیروز شدیم، در 28 استان درگیر بودیم. تشبیه کردن به عملیات کربلای 4، حکومتی که فکر میکنه با یه اقلیتی که اونها رو منتسب میکنه به مجاهدین و خاندان پهلوی، و امروز هم که گفتن خیلی از دستگیر شده ها باهایی هستن و اینا، نباید اینقدر وحشت بکنه و اینقدر خشونت به خرج بده. شدت خشونت ها و گستره اعتراضات و قطع کردن اینترنت، همه اینها علائمی است که از سر درون حکایت میکنه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی در این 14 دهه هیچگاه با چنین زلزله سیاسی داخلی مواجه نشده بود. امید این هست که این شبه انقلاب حاکمان رو به خود بیاره، صدای اعتراض مردم رو بشنوند و جامعه به سمت به حال اعتراض شدیدتر و خشنتر و قویتر نره و به حال ما یک گذار مسالمت آمیزی به بهبود شرایط به اصطلاح که به نفع مردم و به نفع مملکت هست پیش بریم. خب محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، پس از بازدید از زندان فشافویه روز گذشته گفته که همه دستگیر شدگان اعتراضات اخیر از وضعیت خودشون راضی هستند. چه تحلیلی از این سخنان دارین؟ چگونه است که دادستان از رضایت زندانیان حرف میزنه در ایران؟ من واقعا نمیخوام خانواده های کسانی که بازداشت شدن رو نگران بکنم، ولی هیچ اعتمادی به صحبت های ایشون نیست، چون برخی نمایندگان مجلس هم گفتن که ما هیچ اطلاعی نداریم از کسانی که افراد رو بازداشت کردن، اینکه اینها کجا هستن. بنابراین خانواده ها بایستی همه فشارشون رو بیارن، به همه مراکز مراجعه بکنن، صداشون رو بلند بکنن و تا صدای فرزندانشون رو نشنیدن آروم نشینن. به هر حال حکومت فکر میکنه که در ادامه سوال قبلیتون میشه مطرح کرد، حکومت ترسیده از یک طرف و از یک طرف میخواد بترسونه جامعه رو. فکر میکنم با روش نسخ به رب میتونم به نتیجه برسن، ولی اگر حکومت نخواهد ریشه یابی بکنه این مشکلات رو و اینکه چرا مردم اینقدر خشمگین هستن، چرا مردم نفرت دارن از حاکمان، چرا مردم در دیگه اون کسانی که به هر حال انقلاب فکر میکرد به حکومت جمهوری اسلامی فکر میکرد پایگاه رأیشه، در میان مستضعفین به اصطلاح اونها در مقابلش ایستادن، شلیک گلوله به سمت مستضعفین و خون ریختن از فقیرترین اقشار جامعه، بله، هر حاکمی رو باید نگران بکنه. اگر این صدای اعتراض شنیده نشه، حاکمان با صدای انقلاب مواجه خواهند شد. الان وقت رسیدگی به مجروحان و وقت رسیدگی به زندانیانی که همه ما مسئولیت ملی در برابرشون داریم.